بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث عرفان حسینی یک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کربلای ابا عبدالله الحسین زو ابعاد هست و ما که آشنای با معارف دینی هستیم طبیعتاً زو ابعاد بودن رو در عموم امور دینی خودمون تجربه کردیم، باهاش آشنا هستیم، حتی میدونیم که شخصیت‌های معنوی ما جمع ازداد هم هستن، یعنی صفاتی دارن که آدم گاهی از اوقات حس میکنه این صفت با اون صفت اساساً ضدن و شاید ناسازگار. نه تنها ابعاد مختلفی در وجود یک شخصیت معنوی انتظار داریم، بلکه ممکنه این ابعاد با هم متضاد هم به نظر برسن، گرچه حقیقتاً قابل جمعن. در یک فعل معنوی هم ما این زو ابعاد بودن رو میبینیم. مثلا در نماز میبینیم نماز هم برای جسم ما مفیده، هم برای روح ما. در روح ما هم برای ارتباط ما با خدا مفیده، هم برای ارتباط ما با دنیا مفیده، هم برای ارتباط ما با دیگران مفیده، هم برای فعالیت‌های روانی فردیمون نماز مفیده. وقتی که می‌بینیم نماز اینقدر زو ابعاد هست، یا مثلا روزه یا حج و بقیه امور معنوی مثل زکات و خمس، کسی زکات میده هم برای روحش مفیده هم برای جامعه مفیده. نمیشه گفت زکات یک امر فردی است یا زکات یک امر اجتماعی. ما که آشنای با معارف اسلامی هستیم میدونیم عموم امور دینی یا شخصیت‌های دینی اینا طبیعتاً زو ابعاد هستن. ابعاد هم گاهی از اوقات به هم نمیان، تناسب ظاهری مثلا ممکنه نداشته باشن. خب وقتی به حماسه عاشورا میرسیم طبیعتاً برای حماسه حسینی هم ابعاد مختلفی رو در نظر میگیریم. یک حادثه اجتماعی است و به شدت اجتماعی، اما از اون طرف شما باید در نظر بگیرید که یک اتفاق جالب عرفانی داره میفته و به شدت فردی. یک امر به شدت دنیایی است، اوج پرداختن به دنیا، پرداختن به حکومت، نه پرداختن به شکم و غذا و لباس و خونه. اینا حداقلای دنیاست. دنیا رو کسی بخواد کلش رو بگیره دستش باید بره سراغ حکومت. ابا عبدالله الحسین با یک حاکم درگیر شده برای آوردن حکومت در جبهه حق درگیری خودش رو آغاز کرده. درست غرض او نفسانی نیست، اما قیام کرده برای اصلاح دنیای مردم، اونم به صورت کلان و بسیار اساسی. بعد از اون طرف میبینید کربلا اوج ارتباط خصوصی ابا عبدالله الحسین با خداست، اوج عشق او به ملاقات خداست و تحقق این لقاء الله. خب حماسه حسینی رو ما طبیعتاً زو ابعاد میدونیم و اصلا از نظر ما بعید نیست که اینقدر کربلای حسین زو ابعاد باشن. شما میبینید کربلا همونقدر که عواطف رو تحریک میکنه همونقدر درس به آدم میده.
چقدر کربلا در احساس ما خسته کننده نیست، همون قدر هم بی پایان به انسان معرفت میده. تمام شدنی نیست نکته های تازه کربلا، همونقدر که تراوت کربلا در روح ما، در دل ما تمام شدنی نیست، حکمت ها، درس ها و عبرت های کربلا در اندیشه ما هم تمام شدنی نیست. اینجوری نیست که شده انظر اندیشه در مقام بهره برداری فکری و معرفتی کربلا تمام بشه ولی خب علاقمون بی پایان باشه. این زو ابعاد بودن کربلا ما رو وادار میکنه هر دفعه به گوشه ای از این حماسه بزرگ بپردازیم، به بعدی از ابعاد این حماسه بزرگ بپردازیم. منتها باید در نظر بگیریم وقتی داریم به ابعاد مختلفه یک موجود زو ابعاد، یک امر زو ابعاد، یک شخصیت زو ابعاد نگاه میکنیم، هر کدوم از اون بعدها رو طوری تحلیل بکنیم که پذیرش بده به بقیه ابعاد دیگه. طوری تحلیل نکنیم ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین رو که ابعاد دیگر رو انکار بکنه. مثلا وقتی میریم شجاعت امیرالمؤمنین رو تحلیل میکنیم، یه جوری تعریف نکنیم جهادگر بودن امیرالمؤمنین رو که عبادات نیمه شب او انکار بشود، مهربانی او به خلق خدا اعتراف نشود. وقتی میریم مهربانی امیرالمؤمنین رو حتی به گناهکاران میخواییم بررسی بکنیم، یه جوری این رو تحلیل نکنیم، توصیف نکنیم که اگر گفتیم یه روزی امیرالمؤمنین گردن مشرکان را زد، بگیم نه آقا، از آقا بعیده، من میدونم آقا خیلی کریمن، آقا کریمن، تو اشتباه میکنی که یه جوری کرم حضرت رو برای خودت تعریف کردی که با شمشیر زدن حضرت جور در نمیاد. یا اگر اومدیم بعد اجتماعی کربلا رو تحلیل کردیم، باید مواظب باشیم تو این چاله نیفتیم که بعد عرفانی کربلا رو انکار بکنیم. این اتفاقا افتاده ها، من حالا دارم عرض میکنم، شما ممکنه بفرمایید که بله تو ذهن ما که این اتفاقا نمیفته، ولی تو ذهن بعضی از اساتید این اتفاقا افتاده. وقتی که میاد بعد اجتماعی و حماسی کربلا رو تحلیل میکنه، یه دفعه دیگه نمیتونه یه جوری تحلیل میکنه، در واقع یه جوری تک بعدی نگاه میکنه به کربلا که دیگه نمیتونه بعد عاطفی کربلا رو مورد اقرار قرار بده، اونا رو مورد انکار قرار میده. یا بعضی دیدین بعد عرفانی کربلا رو مورد عنایت قرار میدن، بعد عاطفی کربلا رو انکار میکنه، میگه اصلا چرا باید گریه کنی برای امام حسین؟ به امام حسین در جشن وصال صورتش گل مینداخت روز عاشورا، گریه برای چیه؟ چرا میگی ذکر مصیبت؟ آقا این حرفا چیه؟ آقا قابل جمع اینا با هم دیگه؟ هم عواطف انسان جریحه دار میشود، آنجا مصیبت اعظم رخ داده است، هم بله بله اون جشن بسیار پرشور عرفانی وصال اتفاق افتاده، چه اشکال اینا رو با هم جمع بکنیم؟ خود امام حسین هم صورتش گل مینداخت، هم زخم به بدنش میخورد، هم اشک ریخت روز عاشورا فراوان. یا مثلا میبینید بعضیا یه دفعه بعد عاطفی کربلا رو یا بعد اعتقادی کربلا رو نگاه میکنن، آقا آدم میره تحلیل سیاسی بکنه کربلا رو، تطبیق بده با بسیاری از شرایط زمانها و زمینه‌های مختلف، میگن دیدم ما اعتراض می‌کنیم، میگه آقا چرا این حرفا رو میزنید در مورد کربلا؟ چرا کسی رو با یزید مقایسه میکنید، کسی رو با عمر صد، کسی رو با امام حسین؟ اصلا این مقایسه نباید انجام بدید. امام حسین یه نور الهی تک تو این عالم، حادثه کربلا هم تک. آقا یعنی حادثه کربلا به درد زندگی هیچکی نمیخوره؟ این که شبیه اون عسلی میشه که گذاشت تو شیشه به ساعت چهارش گفت نون بزنید به روی شیشه عسل صبحونه بخورید، این که آخه ما نتونیم بخوریمش که نمیشه که.
نه فقط میشینیم برای امام حسین گریه میکنیم. باور نمیفرمایید یه جایی من داشتم زندگی امیرالمومنین و حوادث اجتماعی حیات مبارک او رو تحلیل میکردم، تطبیق میدادم با بعضی از شرایط زمانه خودمون. نه اینکه کسی مانند امیرالمومنین باشه، امامان ما آرزو داشتن شاگرد امیرالمومنین باشن، پیرو امیرالمومنین باشن. دیگه غیر امامان که چرز بکنیم، یکی معلومه برای ما. منتها ما بیاییم بگیم که آقا یکی بلند شد گفت نه آقا این کارا چیه میکنید؟ چرا منافقین زمان امیرالمومنین رو با منافقین هر زمان دیگری مقایسه میکنید؟ گفتیم آقا ولمون کن تو رو خدا، شما هم میخواید اینجوری از حیز انتفاع ساقط کنی تاریخ اسلام رو. ما نمیگیم کسی ارزشش به اندازه امیرالمومنینه، ولی این اتفاقهایی که تو تاریخ افتاده قابل تحلیل و قابل تطبیق به بسیاری از شرایط دیگه هست. خب ما مواظب باشیم اولا ذو ابعاد بدانیم امور دینی را که میدانیم. کربلا و حماسه حسینی رو هم باید ذو ابعاد بدونیم که طبیعتاً میدونیم، چون اونجا بزرگترین امر دینی رخ داده است، بزرگترین شخصیت دینی فدا شده است، بزرگترین تقرب حاصل آمده است، هم برای حسین هم برای هر کسی در تاریخ حسینی است. بزرگترین امتحان و پیچیده ترین امتحان تاریخی حیات بشر اونجا رخ داده، خیلی اتفاقهای خاص اونجا رخ داده. کربلا یقیناً ذو ابعادترین امر دینی ماست. وقتی ذو ابعاد بود اینو پذیرفتیم، بعد باید مواظبت بکنیم رفقا سراغ هر بعدی رفتیم بعد دیگر رو ازش غافل نشیم. رفتیم رابطه عاطفی با کربلای ابا عبدالله الحسین برقرار بکنیم، از بعد عرفانی غافل نشیم. زینبم ببینی غافل نمیشد، اومد کنار گودی قتلگاه، اون عاطفه سنگین به جای خود، اما صدا زد خدا این قربانی رو از ما قبول کن، از ما اهل بیت این قربانی کوچک رو قبول بکن. عاطفه به جای خود، رابطه ما با خدا هم به جای خود، هیچ کدوم انکار نمیشه. بعد در تحلیل سیاسی زینب کبرا میاد به عمر سعد یک کلامی میگه جاودانه، کلی به درد فهم تاریخ کربلا میخوره. عمر سعد تو ایستادی نگاه میکنی حسین رو جلوی چشم تو میکشن؟ اینو تو لحظه قطعه کردن ابا عبدالله حسین فریاد زد. این حرف میدونی چقدر به شدت سیاسی و غیر عاطفی هستن. عاطفش انکار نمیشه، ولی این بعدش که یعنی آی مردم عالم، کسی داره حسین رو میکشه که ما ازش چشم یاری داشتیم، من دارم بهش میگم، تو ایستادی نگاه میکنی حسین رو میکشن. مردم عالم بفهمید چه خبر بوده از نظر سیاسی کربلا. هیچ کدوم از ابعاد حماسه ابا عبدالله الحسین قابل انکار که نیست. هیچ به سمت هر کدومم یه جوری نباید بریم که اون یکی برطرف بشه. میدونید بنده حرف عجیبی نمیزنم و حرف تازه این نیست، مثلا در معارف دینی رابطه بین خودت و خدا یه جوری نباید بری به سمت خوف که شوق از بین بره، یه جوری نباید بری به سمت شوق و امید که خوف از بین بره. باید تعادل بین اینها برقرار بکنی. در روایت داره فقیه، دین فهم، دین فهم دقیق اون کسی هستش که اگه کسی رو خواست به دین دعوت کنه، نه یک ذره خوفش را بر شوقش غلبه بدهد، نه یک ذره امید و رجاش را بر خوفش غلبه بدهد. این دوتا رو در حد مساوی در وجود او قرار بده. من میخوام خدمت شما عرض بکنم که کربلا فهم حسابی کسیه که کربلا رو وقتی برای مردم توضیح داد، نه با بعد عاطفی بعد عرفانی رو انکار بکنه، نه با بعد عرفانی و معنوی بعد اجتماعیش رو انکار بکنه، نه تو بعد اجتماعیش اونجوری بره که با ابعاد دیگر رو انکار بکنه. این یک کربلا فهم درست و حسابی. اتفاقا اینا با هم دیگه جمع که میشن یک قوقایی میشه. تتمه این مقدمه این کلامو داشته باشید.
اونایی که ابعاد اجتماعی حماسه ابا عبدالله الحسین خوب میفهمن خیلی بیشترم برای ابعاد عاطفی کربلا میتونن گریه کنن. اصلا یه روزه هایی هست، خیلی وقتا برای بی احترامی نمی کنم، بنده از عموم مردم یقینا خودم کمتر هستم، در مورد بالاسری های خودم دارم صحبت میکنم، ولی بسیاری از روز، بعضی از روزه ها هستش که عموم مردم اصلا نمیتونن براش گریه کنن. مثلا امام حسین برای مسلم ابن عقیل چقدر زجر کشید، کی میفهمه اینو؟ کی میفهمه؟ بله، زینب و حسین چون خواهر و برادر بودن، ما یه تشابه سازی هایی میکنیم، در سطح خودمون مقایسه میکنیم، یه کمی متوجه میشیم، یه کمی تازه متوجه میشیم. رباب و علی اصغر، ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل عباس، اینا ببینید روابط عاطفی خانوادگیه که ماها میتونیم بفهمیم. ولی ابا عبدالله الحسین بالای سر حبیب ابن مظاهر چی کشید، اینو کی میفهمه؟ حبیب ابن مظاهر یکی از صحابه جلیل القدر رسول خداست. ابا عبدالله الحسین حرفی که در داغ علی اصغر گفت، در داغ حبیب ابن مظاهر گفت. ساده است مگه؟ روزه حبیبو که کسی براش گریه نمی کنه، ولی رنجی که ابا عبدالله الحسین کشیده ظاهرا کمتر نبوده. اگر کسی رئیس باشه، نماینده داشته باشه، بفرسته جایی، رئیس اسلامی هم باشه ها، رئیس اسلامی مثل حسین علیه السلام، وقت میفهمه که علقه یه رئیس به نمایندش چقدره، که وقتی خبر مسلم ابن عقیل رو به ابا عبدالله الحسین دادن، بعد پرسیدن حسین تو میخوای چی کار کنی؟ آقا بعد از اینکه گریه کرد و انا لله و انا الیه راجعون فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، من بعد از مسلم دیگه زندگی کنم؟ این چه کلمه ایه؟ ما چه میفهمیم اینو؟ ما بازم روزه مسلم ابن عقیل میخواییم بخونیم، میریم سراغ دو طفلان مسلم، نمیریم سراغ حسین که داغ بیشتری داره تحمل میکنه، چون ما اینقدر سیاسی اجتماعی نیستیم. ما داغ حبیب رو نمیفهمیم به دلیل اینکه اونقدر معرفت به مقام معنوی حبیب ابن مظاهر نداریم. حسین برای داغ برر چی کشید؟ ما که نمیدونیم این یعنی چی. 50 سال یه نفر نماز صبحش رو با وضوی نماز مغرب و عشا خونده، 50 سال شبا بیدار بوده، در راه خدا عبادت کرده. حسین قیمت این آدم رو میفهمه یعنی چی؟ ما چون زیاد عرفانی معنوی نیستیم، برای بوریری که نمیتونیم گریه کنیم که لا اله الا الله. میخوام بگم حسین ممنونتم، دستن و بچه تو گرفتی، خانواده تو آوردی کربلا، که ما که از همه صحنه های اجتماعی و عرفانی در اون اوجی که تو هستی دور هستیم، هر کدوم زن و بچه بالاخره داریم، راحت میتونیم با کربلای تو ارتباط برقرار کنیم. وقتی از حسین میپرسیدن چرا بچه ها تو میبری؟ نمیدونست جواب بده. بعضی ها با علی اصغر من گره میخوره، زلفشون به خیمه من، دلشون به زلف علی اکبر من گره میخوره. بعضی اینجوریه. اینا هم قشنگه ها، فکر کنید کمه برای علی اصغر گریه کردن. وقتی فکر کنید من آوردم روز از علی اصغر خواستم کم بکنم. آی اونایی که برای علی اکبر حسین گریه میکنید، آی اونایی که برای علی اصغر حسین گریه میکنید و برای عباس و زینب حسین، همه تون حتما میدونید عمق مصیبت ابا عبدالله الحسین در ارتباط با خانواده نازنینش بسیار بالاتر از این حرفا بوده که ما داریم براشون گریه میکنیم. همه تون میدونید این رو. نه اینکه بخوام مقامش رو کم بکنم بعد مقام دیگران رو افزایش بدن. عباس
ابعاد حماسه ابا عبدالله الحسین رو اگر کسی متوجه بشه، مگه به این سادگی میتونه از کربلا فاصله بگیره؟ خوش به سعادت ما. ببینید ماها چقدر قرآن خوندن ابا عبدالله الحسین رو درک میکنیم، چقدر عشق به قرآن خوندن داریم. خب بنده خودم رو عرض بام هیچی، خب من شب عاشورا راحت میتونم بگیرم بخوابم. دیگه وداع حسین با قرآن آخرین شب مناجات و نماز شب حسین دیگه جیگر منو کباب نمیکنه. خب خوبه دیگه، راحت شب عاشورا میگیرم میخوابم. حتمه این مقدمه چی بود؟ اگر کسی با همه ابعاد به همه ابعاد کربلا نگاه بکنه، با همه ابعاد کربلا ارتباط برقرار کنه، رابطه عاطفی عمیق‌تری با کربلا برقرار خواهد کرد، روضه‌ها برای او رنگ و نوای دیگری خواهند داشت. یکی از ابعاد عاشورا که ما مورد توجه می‌خوایم قرار بدیم، بعد عرفانی عاشوراست. عاشورای ابا عبدالله الحسین عارفانه اجرا شد، در خودش کلی عرفان داره، در متن حرکت، در اصحاب جلیل القدر ابا عبدالله الحسین کلی شما معرفت میبینید. خود ابا عبدالله الحسین در اوج عرفان یه عملیاتی انجام ندادن که خارج از جریان سیر و سلوک الالله و لقاء الله و محبت اشتیاق به لقاء الله و تحقق به لقاء الله باشه. همه قصه دقیقا تو این مسیر بود و آنچه از مفاهیم عرفانی به ما میگن شما عالی ترین تجلیش رو در کربلا میبینید. البته در دیگر امامان ما هم بوده، منتها اونها پنهانتره، در کربلا راحتتر تجلی پیدا کرده و قابل درکتر هست و آثار نورانی و بابرکتش هم برای انسان خیلی بیشتره. تو کربلا نوری که برای ما قابل دسترسی باشه بیشتر تولید شده. عرفان کربلا فقط در خود کربلا هم محصور نمیشه، بلکه اون نوری که در کربلا شهدای کربلا بود چجوری راحت تر ارتباط برقرار میکنه با دلهای ما، یکی از اسرار عجیب غریب عالم عرفانه که بماند و بگذریم. همون یه قطره اشکی که بهشت رو بر انسان واجب میکنن رو شما بگیر تا روز قیامت فرصت داری روش فکر بکنی. یه مقداری تو این دنیا، بقیهش همون دنیا وقت زیاد داریم روش فکر بکنیم. یعنی چی؟ یه نفر یه کار نورانی میکنه که هر کسی کوچکترین ارتباطی با او برقرار میکنه بیشترین نور رو نصیب خودش میکنه. یعنی چی؟ یعنی چقدر اتفاق با عظمت عرفانی افتاده. و بعد خود کسانی که با کربلا میخوان ارتباط برقرار بکنن، هم از کربلا معرفت میگیرن، هم وقتی عارفانه برن پر بهره تر خواهند بود. از جهات مختلف کربلا یک اتفاق و یک حماسه و یک واقعه عرفانی است. باید با کربلا عارفانه ارتباط برقرار کرد. امام صادق حدیثشون رو دیروز خدمت شما قرائت کردم، فرمودن که کسی بیاد پیش حسین ما عارفن به حقهی، به حق حسین ما عارف باشه، او رو خدا در اعلی علیین قرار میده. عرفانی که باید در تو باشد برای رفتن به سوی حسین، عرفانی که باید در تو ایجاد بشود پس از سفر به سوی حسین، عرفانی که در کربلا موجود بود و تو اون رو باید ببینی، عرفانی که در رابطه بین کربلا و تو برقرار میشه، یعنی اون اتفاق معنوی که این وسط رخ میده عجیب و غریبه. حالا عرفان رو یکمی من مختصر این جلسه توضیح بدم، ببینیم این عرفان با کربلا چه نسبتی برقرار میکنه. عرفانی رو که میخوام توضیح بدم، عرفانی که ما میخوایم داشته باشیم و میخوام توضیح بدم، فعلا نمیخوام برسم به اونجایی که از عرفان حسین علیه السلام و کربلای او و عملیات او صحبت بکنیم، که البته میدونید اون کار جسورانه و بیادبانه ایه که ما بخوایم مقدار معرفت ابا عبدالله حسین رو تحلیل بکنیم و به زبان قاصر خودمون این حرفا رو بیاریم. یه نفر عارف باشه یعنی چی؟ که حالا شما گفتید با کربلا عارف بشیم.
یه نفر عارف باشه یعنی چی؟ که یعنی شما گفتید ما عارفانه به سمت کربلا بریم بهتر بهره برداری میکنیم. یه نفر عارف باشه یکی از ارکان معانی معرفت، معرفت نفسه. کسی رو بهش میگن عارف که معرفت نفس داشته باشه، برای اینکه این معرفت نفس که رکن رکین و پایه اول معرفت هست که اینجور آدم ها رو بهشون مثلا میگن عارف، حالا یا به هر تعبیری امروزه رایج شده به اینا بیشتر عارف گفته میشه در لسان روایات، اوج تقواست، اوج زهد حقیقی به معنای واقعی کلمه است، اوج عبادت. معرفت هم و عالم هم حتی به او نسبت داده میشه، به عبارتهای مختلف صدا زده میشه. ولی حالا آدمی که ما میشناسیم به عنوان عارف یعنی کی؟ یعنی چی؟ چیش درسته؟ کارش درسته؟ چرا بهش نمیگن عامل؟ کار درست بودن فقط کفایت نمیکنه. عارف کسیست که یکی از ارکانش اینه که معرفت نفس داشته باشه. معرفت نفس رو برای اینکه تعریف بکنم اول تقسیم بکنم. شما یه وقتی خودتو میشناسی به این معنا که چیزهایی که میخوای میفهمی چیاست، چیزهایی که بالفعل میخوای اینا رو بفهمی، به یه نسبتی به خودت معرفت داری. مثلا شما میفهمی گشنته، اگه متوجه نشدی گرسنه باید بری دکتر، بگی من اصلا متوجه نمیشم گرسنه میشم. بعضی ها میدونید متوجه نمیشن که سیر میشن، اینا مریض میشن دیگه کم کم. اونایی که متوجه نمیشن که گرسنه نمیشن، اصلا نیاز داره بدنشون برای خوردن یا نه، اینا خیلی از اوقات چه اتفاقی براشون میفته؟ میرن قرص اشتهاور میارن میخورن، نمیدونم یه اتفاقایی هست دیگه. این مقدار معرفت رو نسبت به جسمش نداره، این یه سلسله اعصاب بدنش خوب کار نمیکنه، این دیگه حداقل ناچیزه. اما از این که اصلا به عنوان مثال سطح پایین بود، ما که میگیم معرفت اصلا تو این سطح که معمولا صحبت نمی کنیم. آدم بدون چی میخواد، تو چی میخوای فهرست کن برای خودت. رفقا برای این که به عالی ترین مراتب معرفت نفس قدم بگذارن، خواهش میکنم از قلم کاغذ غفلت نکنن. این سفارش اهل بیته، امامان ما به زبانهای مختلف فرمودن. بشینید خودتون رو شهر بدید رو کاغذ برای خودتون، کاغذمش خودتون نگردید. من چی میخوام؟ بدون فکر کردن. انشا هم ننویس، نمیخوای به کسی نشون بدی، نمره بگیری. کلاس هم نگذار، گل و بلبل هم کنار هم دیگه نچی. چی میخوای؟ ریز بنویس. بگو من راحتی میخوام. بعد ماشین نمیدونم چی میخوای. مثلا حالا ما متوسطا رو در نظر بگیریم یا آماری بدیم. ماشین 206 میخوام. مثلا خونه میخوام، یه واحد آپارتمانی میخوام. نگو خب 206 یکی از این مجموعه های راحتی. تو هر چی میخوای کنار هم دیگه بنویس. اینا رو تحلیل بکنی به خیلی از نکات قشنگ میشه رسید. من فعلا نمیخوام تو این مرحله باقی بمونم، میخوام عرفان رو توضیح بدم. یه مرحله از معرفت نسبت به نفس، معرفت لایه های روئین نفسه. مرحله دوم معرفت نسبت به نفس. برای این مرحله اول که تو بدونی چه چیزایی میخوای، باید بری نمایشگاه ببینی، چشمتو باز کنی این دنیا رو ببینی. آقا بیا نگاه کن این لباسا رو نگاه کن، این کدومشو میخوای؟ باید بری خواستگاری دنیا با چشمت هم کار میکنی، حتی با اندیشت هم نیست. کدومشو تمایل پیدا؟ زندگی دیگرانو ببین. مکه من تازه امسال کشف کردم. خب مکاشفه برای اولیاء خدا رخ میده دیگه، معمولا شد، بعید نیست اینجور امور از ماها. یکی از مکاشفاتی که بنده امسال داشتم دیدم که فقط خرید نیست که مردم وقتشون رو صرف میکنن، یه وقتی هم صرف میکنن برای اینکه کالاهای همدیگر رو ببینن. یکی از کشف‌هاییست که من کردم. حتی من دعوت می‌شدم به این که بیا حالا شما ببین، شاید تحریک بشی بری بازار مثلا یا چیزای دیگه. با
حالا چی ببینم؟ میرم تو مغازه ها میبینم. میگم نه آج آقا الان ببین اینا وقت گذاشتن 2 ساعت 3 ساعت بازار، 2 ساعت هم اینجا میشینن با هم صحبت میکنن. میگه اه اینا در کجا خریدی؟ میگه همون مغازه تو. میگه من نهیدم چی تو میگه چش بود نهیمد. این خیلی مهمه. یا باید بری نمایشگاه، یا باید تو تن دیگران ببینی، تو دست دیگران ببینی، برای درک گرایش های سطحی خودت باید بری تماشا، تماشاهای بسیار سطحی کی چی خریده برات عزیز جون. و اگه آدم خوش تیپی باشه این لباسو خریده باشه، یا خوش زبون باشه، یا خوش تمسخر باشه، بعضی خوش تمسخرن، این چیه خریدی؟ اصلا همچی همه چیزو در چیز نظر آدم زشت میکنن. یا خوش تحسین باشن، به چی خریدی؟ میخواستی پس بدی؟ یا این گفت به دیگه پس نمیدی. عملیات جالبی بود بچه. خیلی خب این هم از مکاشفات ما بودیم، ما که چیز نمیفهمیم، ما همین چیزا رو میفهمیم. برای اینکه سطح رویین خواسته های خودت رو درک کنی، باید بری دنیا رو ببینی، دنیای دیگران رو ببینی و دنیا رو ببینی. هر دوتاش هم تو قرآن اشاره شده. یه بار به پیامبر خداوند متعال در قرآن میفرماد بابا به دنیای دیگران نگاه نکن، آخه این متاسفانه هوس انگیزتره. همینجوری بری تو نمایشگاه ماشین انواع ماشینا رو ببینی، اونقدر تحریک نمیشی که یک حسی یه جوری یه ماشینی رو یه جوری سوار شه که تو دلت بره. باید دنیا رو بری ببینی، خواسته های رویینت رو درک میکنی، حتی افزایش هم پیدا کنی. ای من تا نرفته بودم این نمایشگاه فکر نمیکردم یه چیزی میخوام. تو این مهمونی که رفتم، تو نمایش مهمونی ها هم معمولا نمایشگاه، این نمایشگاه ماشین میمونه، فرق نمیکنه. من تو اینجا که رفتم تازه فهمیدم که این لاستیک برای چرخ ماشین منم مثلا خوبه. خب لایه دوم از خواسته ها با تفکر به دست میاد. این یک کمی میشه عارف. این مرحله اول که عارف نیست، اتفاقا این مرحله اول آدمو خیلی به غلط هم میندازه، جهل انسان رو نسبت به خودش زیاد میکنه. مرحله دوم این که کسی به خودش معرفت پیدا بکنه این استش که بشینه تفکر کنه تو واقعا چی میخوای؟ من خونه میخوام. ببین تو واقعا چی میخوای؟ آقا خونه میخوام دیگه. آقا عزیز من بشین یه ساعت معذ رضای خدا فکر کن. فکر کنی میفهمی خونه نمیخوای، تو راحتی میخوای. ها؟ فکرم اینجا واقعا داریم دو نفری صحبت میکنیم. میخواستم میگم خب جون بکن آه. فکر کردی یه لحظه دیدی خون نمیخوای؟ بعد هم بابا اینجا جلسه سخنرانی نباید اینجوری صحبت بکنم. من با خودم صحبت میکنم که به خود مذمت بکنم خودم رو، مردم شریف صحبت میکنم، باید محترمانه صحبت کنم. بعد اون نگفتم بشین فکر کن دیگه چی میخوای آخرش. من میخوام پیش مردم کم نیارم. بشین فکر کن، فکر کن ببین اینو واقعا اینو میخوای. بشین فکر میکنی فکر میکنی فکر میکنی. بعضی وقتا هم تو این جلساتی که آدم میره پای سخنرانی، سخنرانا کمک میکنه آدم فکر میکنه دیگه، خاصیتشون اینه اگه درست کار بکنه. هر کسی هم حواس آدمو برای فکر کردن پرت نکنه، یه صلواتی خط بفرمایید. شما در نظر نگرفتید این صلوات نور رو به جلسه ما برمیگردونه که هیچی زیادم میکنه، این صلوات بهتر خط بفرمایید. مرحله دوم معرفت برای اینکه اون معرفت نفسی که گفته میشه، این یه بیانه برای اینکه ببینیم یکی از ارکان عرفان چیه. میگن طرف عارف شد، کربلا به آدم عرفان میده یعنی چی؟ من عارفانه باید برم کربلا یعنی چی؟ هر دوتاش. و این عرفان با کربلا چه ربطی داره؟ یه پایه عرفان معرفت نفسه. معرفت نفس اولیه که همونجوری به دست میاد که عرض کردم، اون که هیچی باید ازش دوری کنیم. اصلا ساکت کن نفس خودتو، از نمایشگاه نرو، بذار نبینه. بسازم خنجری نیش از فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. حالا
یعنی عرض میکنم اینکه اهل معرفت خیلی وقتا مواظبت میکنن دزدیده نشه دلشون، به خاطر همینه، چون تازه یاد خواسته های سطحی دلشون میفتن، میگه اصلا من چشم تو رو میبندم که کرا رو میکشه پایین، پرده میکشه جلوی چشمش، میگه حالا دیگه نگاه نمیکنه، خیلی راحت هی آمار برای من اضافه میکنه. برای اینکه عمیق‌تر خودتو بشناسی باید تفکر بکنی. تفکر میکنی، اول گفتی چی میخوای؟ میگی میخوام پیش کسی کم نیارم. بعد میگی واقعا فکر کن ببین چی میخوای، پیش کی کم نیاری؟ پیش این مردنی؟ پیش این رفتنی؟ پیش این عاجز؟ پیش این بی قیمت؟ حتی بعضی وقتا آدم نفسش گولش میزنه، میگه میخوام پیش امام جماعت محل که انسان بسیار صالحیه کم نیارم. ببین ببین این انسان بسیار صالح یه ذره نور خدا تو دلشه، اگه راست میگی دروغ نمیگی میخوای کم نیاری، بیا برو پیش خدای این انسان صالح کم نیار. آدم خودشو فریب میده. بعضی وقتا ممکنه بگی میخوام پیش مقام معظم رهبری کم نیارم. خب خیلی این عالیه، تو توجه پیدا کردی که اینقدرم مواظب هستی پیش امام زمان کم نیاری؟ اگه اینقدرم مواظب هستی پیش امام زمان و خود امام زمان کم نیاری، تو راست داری میگی، باریکلا تو دیدی. ولی اگه نه، فقط چی مقام معظم رهبری میخوای کم نیاری ولی اخلاص پیش خدا نداری، و تو داری دروغ میگی، مقام معظم رهبری رو از این حیث که مقام داره داری نگاه میکنی، نه از این جهت که وجود مقدسی داره، جایگاه مقدسی داره. آدم نفس خودشو گول میزنه. امیرالمومنین امام زمان رئیس بشه، بعضیا به طمع حب مقام میان پیش امام زمان دیگه، چون وقتی رئیس شد دیگه طلحه و زبیر به جهت مقام علی ابن ابی طالب اومدن پیشش، بعد اینا میبرن، نه به جهت مقام ظاهری اجتماعی یا نه مقام معنوی. این مقام معنوی علی رو میخواست که باش نمیجنگید بعدن. این مقام معنوی علی ابن ابی طالب رو میخواست، خدای علی ابن ابی طالب رو بیشتر از خود علی ابن ابی طالب میخواست، به خاطر خدا به علی خیانت نمیکرد. وقتی که خوب فکر میکنی، خوب فکر کنی چی میخوای؟ میخوای کم نیاری؟ پیش کی؟ پیش کی؟ کم کم فکر میکنی میبینی من میخوام کم نیارم پیش خدا. آخرشا نمیم 40 سال شاید مختصر که باید بکنه برای این فکر کردن. فکر واقعا چی میخوای؟ نه تو بخواه اینو، پسرم این را بخواه که فقط پیش خدا کم نیاری. این به درد نمیخوره، چشمه باید خودش آب داشته باشه. یه چشمه یه از من با لیوان میرم آب میزم توش، همه میخندن، چشمه نیست آقا، برکست مردابه. چند وقتی هم میشه مرداب؟ مرحله دوم معرفت اینه که فکر کنی ببینی تو اینو میخوای، و اگه فکر کنی میرسی. عارف کیه؟ در مرحله اول عارف کسیه که فهمیده این خواستنی های سطحی خواسته او نیست، به این دلیل باش مبارزه میکنه. من میگه نفسم داره من دروغ میگه، این مال من نیست، قصه نخور، مال تو نیست، از این تو اینو نمیخوای، تو این دنیا رو نمیخوای، این مال تو نیست. مرحله اول عارف از اون معرفت سطحی عوامانه میگذره، میگه یعنی اون میگه من این چیزها رو میخوام، نه نمیخوام، من میفهمیدم نمیخوام، این داره گولم میزنه. مرحله دوم عمیق فکر میکنه که چی میخواد. وقتی که مرحله سوم برسه، وقتی مرحله دوم فکر بکنه، آدم خیلی چیزها رو بهش میرسه ها. مرحله سوم اینه، با فکر دیگه فقط به دست نمیاد، با ریاضت به دست میاد.
یه 40 شبی نماز شب بخون. آقا نماز جعفر طیار اینقدر با عظمته. حالا اسمش جعفر طیار، میگن آقا نماز جعفر طیار که، حالا جدا از این که جعفر طیار از نزدیکان پیامبر شهید والا مقامیه، ولی این نماز در حد جعفر طیار نیست. این نماز سفارش شده رسول خداست، نماز ویژه است که رسول خدا دستور داده. من دوست داشتم اسم این رو بگذارم نماز پیامبر، نماز ویژه پیامبر. شما ببینید 4 رکعت، 2 رکعت، بعد از 2 رکعت اول ایستاده، یکی 15 بار سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر میگی، بعد در رکوع 10 بار بلند میشی، 10 بار در سجده، 10 بار بلند میشی، 10 بار. دیدی که نمازش طولانیه؟ میگن نماز جعفر طیار مگه میخونی؟ طول میکشه، خیلی طول میکشه، نیم ساعت طول میکشه، کمر شکن آقا، نیم ساعت. بله آدم باید روی میخ بخوابه. غیر محترمانه صحبت کردم، آره یک کمی ریاضت بکشی، صبح جمعه نماز جعفر طیار بخون، پک نشه ازت، چه این داره؟ این نیم ساعتو بده در راه خدا، بعدش هم منتش هم میذاری دیگه، چیکار کنیم دیگه، خیلی زحمت کشیدی. به مامانت هم بگو قبلش آماده باشه، بعدش حوله بیاره، عرقتو خوش بکنه، اسپند دود کنه، حتما چشم نخوری، خیلی کار کردی. یه نماز جعفر طیار تو عمرت خوندی. مرحله سوم معرفت دیگه با تفکر خالی به دست نمیاد، با یک سلسله فعالیت ها به دست میاد. این فعالیت ها اعمند از ریاضت های روحی تا ریاضت های عبادی تا ریاضت های اجتماعی. یه دفعه دستت بمونه لای در، درو ببندن، بعد به دلیلی از دلایل انسانی داد نزنی، هیچی نگی، این درد که تو وجودت میاد داد نمیزنی، این ریاضت. به خاطر احترام به یه انسان، گاهی به خاطر احترام به جامعه مسلمین، گاهی به خاطر حفظ آبروی یکی، گاهی معامله است دیگه بالاخره با خدا. با این ریاضت کم کم تازه خودتو میشناسی، ظرفیتای خودتو میشناسی، تقاضاهای خودتو میشناسی. این معرفت رو بهش گفته میشه چی؟ معرفت نفس. این همه ریاضت خیلی ها میکشن به خاطر معرفت نفس. یکی دو تا روایت درباره معرفت نفس به شما بخونم، براتون بخونم. میفرماد معرفت نفس انفع المعارف. بگذارید بقیه روایت ها رو که آثار معرفت نفس هست رو در مقدمه سخن فردا انشاءالله اگر خدا خواست عرض بکنم، ولی تبلیغی بخوام یه جمله دیگه بگم، یک روایت بفرمان اعظم الحکمه معرفت الانسان نفسهو، با عظمت ترین حکمت که خدا تو قرآن میفرماد من به هر کسی حکمت بدم خیر کثیر بهش دادم، این که تو خودتو بشناسی. خودت هم بخوای بشناسی، تفکر یکی از راهاشه دیگه، بگذاریم روایت هاشو نخونم. یکی از راهاش چیه؟ تفکره. یکی از راهاش چی هست عزیز من؟ ریاضت در عبادته. یکی از راهاش ریاضت در مبارزه با نفسه. یکی از راهاش ریاضت و استقامت در تلقین و تذکر به نفس هست و مراقبت کردن از آنچه که در ذهن انسان خطور ممکنه بکنه. اینا راه‌های متعددی داره مستمر. یه راه نزدیکترم به شما نشون بدم. یکی از راه‌های معرفت نفس اینه که تو هیچ کاری نکنی، یه کس دیگه یه کاری بکنه. تا اینجا راه‌هایی که گفتیم، تو باید این لایه‌های حجاب رو از روی قلب خودت بزنی کنار، با تفکر، با ریاضت، ریاضت در هر بعدی، با
تفکر با ریاضت چیکار کنی عزیز من؟ بفهمی خودت چی داری؟ چی میخوای؟ تو چی هستی؟ راه سوم بگم که نزدیکتر از این دوتا راه برای پیدا کردن معرفت نفس، که یک کس دیگه لایه‌های قلب تو رو بزنه کنار، لایه‌های حجاب‌هایی که روی قلبت هست بزنه کنار، بگه تو اینی، اون گوهر نهایی پنهان در قلب خودت رو بهت نشون بده. اون کیه؟ اون راه چیه؟ اون راه کجا اتفاق میفته؟ مکان این راه کربلاست، بین گودی قتلگاه تا خیمگاه، بین کنار نهر علقمه تا قتلگاه، میدان امام حسین است در کربلای ابا عبدالله الحسین، به قول امروزی ها بین الحرمین، سعی بین این صفا و مروه، و شخصش هم حسینه. ایشون چی کار میکنه؟ ببینید اینا تحلیل ذوقی نیست، فدات بشم، خواهش میکنم، تمنا میکنم دقت بکنید. شما این اتفاق براتون نیفتاده، رفتید کربلای ابا عبدالله الحسین، روز عاشورای دفعی آتیش به دلت افتاده، تو مجالس روزه هر وقت دیگه آشنا که با حسین شدی، این حرفت هست با حسین یا نه که بگی حسین من قبل از این که تو رو بشناسم فکر میکردم خب تو موجود نازنینی هستی، مظلوم هستی، آخه چرا کشتن ابا عبدالله الحسینو؟ اومدم جلو یکم مجالس روزه تو شرکت کردم، یه دفعه تو اوج روزه تو که قرار گرفتن حسین، دیدم هیچی دیگه جز تو عالم برام مهم نیست حسین. هر کسی یه بار بره کربلا ها، باشه که میری کربلا اولین بار خصوصا کنار قبر ابا عبدالله الحسین قرار بگیری، یه آتیشی تو قلبت میفته که دیگه روزه ها هم یادت نمیاد، فقط داری آتیش میگیری، میگی حسین و هیچی جز حسین نیست تو عالم، تو وجود تو، از خودت اونجا اگه عقلت کار بکنه بپرسی چرا حسینو میخوای؟ میگه حسین. میگه چرا حسین اینقدر دوست داری؟ میگه حسین. میگه چی دیگه میخوای؟ میگه حسین. چی از حسین میخوای؟ میگه حسین. چی چون حسین دوست داشتی؟ حسین. حسین این کار هست ها. سوال بکن جواب بدم، روزه بخونم برم. سوال بکن، بگو چی؟ بگو آقا مگه ما را لایه های حجاب های قلبمونو بزنیم کنار، خواسته های روئین قلبمونو بزنیم کنار، ته دلمون عمق وجود خودمون برسیم، حسینو میبینیم. سوال کردی؟ رسول خدا میفرماید ان للحسین معرفتا مکنونه فی بواطن المؤمنین، در اعماق باطن قلب مؤمنین یه معرفتی نسبت به حسین هست. یه کمی این لایه های حجاب و کنار بزنی، یه دفعه میرسی به عمق وجود خودت، میبینی اصلا همش حسینه، من اصلا غیر از حسین چیزی نمیخوام. یک اتفاق عرفانی پیش حسین رخ میده. حسین جدا از این که در اعماق وجود تو هست و چیزی جز حسین نیست، جز این خاصیت یه خاصیت دیگه هم داره، فداش بشم، خودش هم میاد این دریچه های قلب تو رو باز میکنه، یکی یکی حجاب ها رو میزنه کنار، ورود پیدا میکنه. از امروز که حسین اومد تو کربلا نشست، اومد تو دلهای ما نشست، فقط راهش بدید، در رو به روش نبندید، بذارید کارش رو انجام بده. حسین مهمان خارجی نیست بخواد بیاد تو دل ما. میدونی میخواد به ما چی نشون بده؟ میگه دریچه قلب تو باز کن، من اونجا، منو ببین تو وجود خودت. این اون اتفاق عرفانی، سندش هم این روایت و هزار تا حرف عقلانی دیگه. حسین میگه من اونجا، گفتم قبلا براتون،
صحبت و جریانش رو دوستان دارن دیگه، خلاصه نکنم، خلاصه نمیخوام بکنم برای جمع‌بندی صحبت، و میخوام این ارتباط با ابا عبدالله الحسین قشنگتر لمس بشه. شما وقتی که تفکر بکنی میبینی یه چیز دیگه میخوای در پس این خواستنی ها، مثلا راحتی میخوای، خب راحتی میخوای، یه کم دیگه بیشتر فکر کن، یه کم ریاضت بکشی، میدونی چی میخوای؟ یه دفعه میگی خدای من راحتی بچهای حسین رو میخوام، بچهای حسین چرا رو خاک نشستن؟ همچینی گریه میکنی که به خدا قسم اینجوری برای خودت گریه نمیکنی، اینجوری برای بچهای خودت گریه نمیکنی. یه کمی حجاب ها رو بزن کنار. آقا من نمیتونم سیر و سلوک کنم، حجاب ها رو بزنم کنار. ابی نداره حسین برای اینکه حجاب های قلب تو رو بزنه کنار، به تعداد کافی دختر بچه کوچولو و نازدانه تو کربلا آورده. اینا همه کمک میکنن به حسین، سکینش کمک میکنه، علی اصغر کمک میکنه، اینا همه کمک میکنن این حجاب ها رو بزنن کنار، که دفعه تو نگاه میکنی حسین به قرآن قسم من راحتی تو و بچه ها تو بیشتر از راحتی خودم میخوام، من غلط میکنم برای خودم چیزی بخوام. حسین اصلا یادم میره، خونه یادم میره، نیازام یادم میره، همه چیم یادم میره. قبلا براتون گفتم داشت میرفت کربلا، میگفت شنیدم بالای سر حرم ابا عبدالله الحسین دعا مستجاب، برم چی بخوام از حسین؟ گفتم تا حالا نرفتی؟ گفت نه. گفتم برو هر چی دلت خواست بخواه. رفت اومد گفتم چی خواستی از حسین؟ گفت آقا اونجا رفتم اصلا یادم رفت چی میخواستم. یادم رفت چی میخواستم، از چیزی نمیخواستم. همه چی میری کنار قبر حسین، این استغنا، الهی حبلی کمال الانقطاع لک، من استغنایی از غیر تو پیدا بکنم، هیچی نخوام. میری کنار قبر حسین، سنداش هست روزای بعد انشالله برات میخونم، روز روزه شو با هم بخونیم. میری کنار قبر حسین میگی خدا همه چی تو عالم برا منم سر جاشه، هیچی نمیخوام، فقط یه چیز، لا اله الا الله. بذار باشه اینو عاشورا بگیم ها. امروز روز اول ورود به کربلای ابا عبدالله الحسین، همونجور که امروز زینب تا آخرشو خون، بذارید ما هم تا آخرشو بخونیم. خدا یک استغنایی پیدا میکنی، میگی خدا همه چی سر جای خودش هست، اما این بدن چرا سر نداره؟ همه چیز سر جای خودش هست جز حسین و بچه هاش که آواره شدن، جز زینب و حسین که خاک نشین شده. امروز من اصلا پیشنهاد میکنم شما گریه نکنید، عزاداری نکنید، اینقدر روز باشکوهیه. دیدید توی خانواده یه اساس کشی اتفاق بخواد بیفته، اطرافیان بیان، خانواده میان، همه دوره هم جمع هم، پسر هم که بیرون هم، برادر ها همه میان اینجا، امروز چرا شما گریه میکنید؟ تا زینب میخواد از محمل بیاد پایین، عباس میاد، اکبر میاد، قاسب میاد، رباب تکون میخواد بخوره، علی اصغر ازش بگیره. اصلا زینب رو بر میگردونه به سمت عباس، ابوالفضل میاد، خواهرم چی میخواد؟ چیزی نمیخوام عباسم، آخه رو تو به من برگردنه، بودم چیزی میخوام. یکی از کوچولوها رو عباس بغل کرده، یکی اون بغل کرده، یکی علی اکبر بغل کرده، اون یکی داره خارا رو از رو زمین جمع میکنه، اینا بچه هم میخوام بین خیمه ها برن. شما چه گریه میکنید؟ آدم اینقدر اطرافیان داشته باشه، اینقدر جوون داشته باشه، مسافرت کنه، بعد اینقدر خوش میگذره، اینقدر خوش میگذره تو فامیلاش، اینقدر جوونای خوب داشته باشه. به خدا همه عالم آرزو دارن یه دوش داشته باشن مثل عباس بار سفر کنه. اما امان از اون لحظه ای که زینب بخواست از کربلا برگرده،